متشكرم. صحبتكم جناب. یه سوال داشتم خدمتتون. بفرما. شما چرا به ناموس پیغمبر توهین میکنی حاج آقا؟ مثلا من چی گفتم؟ مثلا توهینی که کردم اون رو توضیح بده. جان؟ اون توهینی که کردم اون رو توضیح بده. چی گفتم؟ از این طرف تا کس دیگه ای هست داری میگی من علی غلامو به حلق و گوششم مثلا علی مال تو. چرا برای خدا شریک پیدا میکنی؟ بله خدا لعنت کنه اون کسی را که برای خدا شریک پیدا کرده و خدا لعنت کنه اون کسی را که شیعیان را به دروغ تهمت به مشرک بودن میزنند. اون کسی که خودش خدایش بله جوان کوسه هست. روزگار را ببینید دوستان عزیز، روزگار را ببین تو که اگر لایق گفتگو بودی با تو صحبت میکردم. خودش خدای شما شاب امرد جوان کوسه، خدای شما بنده پای خود را از چهرهش کسی نمیشناسه چون او کوسه است، چون در دنیا کوسه زیاده. این هاشمی رفسنجانی هم کوسه است، شاید ایشان را که شما میبینید خدایتان به یادتان میاد. بله از چهره اشان روز قیامت از چهره اش خدا را نمیشناسه، از بند پایش میشناسه. خدایی که بند تنبان داره وقتی که به او استعاذه میکنن از بند تنبان خدا میگیرن که خدای ما را پناه بده. اینها آمینا خودشان مبتلا به بدترین نوع اوهام و خرافات و شرکیات. اینا آمدن شیعیانی که صاحب دعای کمیل هستند، دعای ابو حمزه سومالی دارن، شیعیانی که دعای عرفه حضرت سید الشهدا علیه السلام دارن، شیعیانی که دعای جوشن کبیر دارن، شیعیانی که صحیفه سجادیه حضرت زین العابدین علیه السلام دارن، شیعیانی که خطبه های نهج البلاغه را در توحید حضرت باری تعالی دارن. شما بله عایشه خودش کسی بود که فتوا به قتل عثمان میداد. طلحه اصلا به خاطر چی کشته شد دوستان؟ میدن قاتل طلحه کیه؟ مروان. در روز جنگ جمل مروان پسر مروان ابن الحکم ابن ابی العاص، عثمان ابن عفان ابن ابی العاص پسر عم نردوشان، در روز جنگ جمل مروان گفت لا اطلب بثاری بعد اليوم، امروز من انتقام خون پسر عموی خود عثمان را میگیرم. و بعد از این کمان را گرفت تیر انداخت به زانوی طلحه زد. تلحظ تیر در زانویش فرو رفت، از تیر از زانویش هم گذشت رسید به زین. این تیر را با هزار مشکلات بیرون آوردن. خون بسیار شدید از تلحه بیرون، همین حشره منتشره تلحه می آمد این را هرچی می بستن، اگر می بستن این زانویش آماس می کرد، خون اونجا آماس می کرد. اگر رها می کردن خون خیلی زیاد می آمد. مروان آمد نها کرد، گفت که این را ول کنید، این تیری بود از جانب خدا که او اصابت کرده، من انتقام عثمان را از او گرفتم. و این طلحه در اونجا به جهنم واصل شد. دوستان عزیز، خب مروان کیه که شیخ بخاری هست و این مروان بعدا خلیفه اینها شد، مروان ابن الحکم بعد از معاویه ابن یزید ابن معاویه در سال چند بود؟ 64 هجری بود. بنی امیه به او بیعت کردن خلیفه شد. اصلا علیاذ بالله علیاذ بالله امیر الفاسقین، اینا میگن امیر المؤمنین مروان بن الحکم. اون فاسقی را که رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم خود اینا در کتاب خود لعنت روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم گفت لعن الله الحکم ابن العاص و ما ولد، خداوند حکم را لعنت بکنه پدر مروان را با اولادایش. خب این ملعون زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم روایتش هم صحیحه، خودشان هم روایت کردن. این خلیفه اونها شد و اینم شیخ بخاریه. بخاری چندین روایت آوردم از این مروان فاسق ناسبی در کتاب خود. او طلحه را قاتل عثمان میداند. خوب گوش بکنید، عایشه قاتل عثمان، طلحه قاتل عثمان، در روایات غیر قابل خدشه. بعد اینها آمدن، همین طلحه همین زبیر همین عایشه آمدن از امیرالمؤمنین علیه السلام مطالبه خون عثمان میکنند. دیگه دوستان عزیز، کسی که مذهبش این باشه که مادر اینها قاتل خلیفه اینها هست و حشره منتشره اینها یکی طلحه قاتل عثمان هست، اونم از حشره منتشره، بعد اینها به ناحق آمدن از امیرالمؤمنین علیه السلام مطالبه خون عثمان میکنن. خب این بله شما جماعت که خودتان مبتلا به شرک هستین، ما شیعیان رو متهم به شرک بکنین، این رو از مادرتان عایشه یا مختین، ما شما چیز توقع دیگری نداریم. مادر شما همون عایشه فاسقه فاجره هست که خودش تحت فتوا به قتل عثمان داد و طلحه هم یاری کرد، زبیر هم یاری کرد بر قتل عثمان. وقت که عثمان کشته شد آمدن گفتن که بیا تو، ما از امیرالمؤمنین علیه السلام مطالبه خون عثمان میکنیم. خب بی حیایی و بی انصافی تا چه حدی دوستان عزیز؟
همون بیهیایی و بیهنصافی به شما به ارث رسیده برادر عزیز من، که خودتان خدایتان جوان امرت شیعیان را آوردید بله متهم به شرک میکنید. اما این که میگید که ما به عایشه فاجره توهین کرده ایم، بله این که خود این حالا همین یک مثالش دوستان عزیز، از چه فسق و فجوری از این بالاتر؟ خود شما بگید اعدلو ولا یجرمنکم شنآن قوم ان لا تعدلوا اعدلوا فهو اقرب للتقوى. قرآن کریم میفرماید با یک کس اگر دشمنی داشتید با او بی‌انصافی نکنید، با یک کس اگر دشمنی داشتید با او بی‌انصافی نکنید، حتی با دشمن خود انصاف بکنید. شما رو من میگم بینندگان گرامی، چقدر فسق و فجور از این بالاتر که کسی خودش فتوا به قتل عثمان بدهد و پسر عمش طلحه در اون قتل شریک باشد، زبیر شوهر خواهرش، شوهر خواهر عایشه بود دیگه، در قتل عثمان شریک باشد، بعد همین قاتلین خودشان بلند بشن بر علیه امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام جنگ برای بیاندازن، ده ها هزار نفر کشته بشن برای مطالبه کسی، خون کسی که خود اینا قاتل او هستن. خب این اگر فاجره فاسقه نیست پس چه چیزیه؟ تو شما ببند بگید، شما ای تقوا امینه، دیانت امینه، که کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا حرب لمن حاربكم، جنگ با امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام جنگ با من، سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم، حربك حربي. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علیه السلام فرمود حربك حربي و سلمك سلمي، جنگیدن تو جنگیدن با من هست، با همچین کسی بجنگید بخاطر کی؟ بخاطر عثمانی که خود شما قاتلش هستید. خب این آیه فسق و فجور نیست؟ خب یا جوابش رو بدید، من نمیگم دیگه این حرف را، معذرتم میخوام اگر شما جواب دارید، جواب که ندارید تا روز قیامت هم جواب ندارید. بله شما از بیدینی و لامذهبی تن حیا هم نمیکنید، بعد تا هنوز که هنوزه دم عایشه را گرفتی، بابا جون بیا بابا، دیگر زمانه روشن شد، دیگر به این بهانه ها که پنهان میشی با عایشه توهین شد. خب توهین توهین بی توهین، یک کسی که فاسق فاجر آدم کشه رضای کبیر کرده، اون برادر بزرگوار من بیا جوابش رو تو بده، بعد اون وقت اگر جوابش را دادی، اون وقت اگر من تکرار کردم، اون وقت بله نفرین بر من. اما تو که جواب که نداری، تمام علمایتان جواب ندارن، این دین پر از تناقض، دین پر از دروغتان را جمع بکنید بساطش را، خجالت هم نمی کشید. شما جماعت عمریه ایران که شما که چیزی بلد نیستید، بی فرهنگ ترین مردم عالم شما هستید. من با عمریه افغانستان میگم که عالم دارن، روحانی زیاد دارن، مدرسه زیاد دارن، با شما هم که چیزی بلد نیست، حتی عمریه افغانستان علماش هم چیزی بلد نیست. من با عمریه عربستان سعودی اونجا که مرکز فساده، که بله سرمایه های سرسام آور به مدارس خود خرج میکنن، با علمای الازهر در جواب من حرف ندارن. برادران عزیز من خدا شاهده، امروز در جهان عربی الحمدلله رب العالمین گروه گروه شیعه میشن، گروه گروه شیعه میشن الحمدلله رب العالمین. شبکه عربی ما سه ما بیشتر همیشه شروع کردیم، شکر خداوند متعال. علمایشان جرأت نداره در برابر ما صرفه بکنه. شما ها که چیز نیستین، علمایتان رو بیارین تا اون حرف بزنن.